در تاریخ طنز سیاسی ایران هیچ نشریه مستمری مثل نشریه هفتگی توفیق همگیر و محبوب نشده است. اگرچه اولین شماره روزنامه توفیق در سال 1302 منتشر شد، ولی اوج موفقیت و محبوبیت آن از سال 1337 و در دوره سوم انتشار آن آغاز شد. ولی چرا توفیق در اوج محبوبیت توقیف شد؟ عباس توفیق مهمان من در این برنامه به عبارت دیگری ویژه شرح ماجرای این توقیف را در کتابی زیر عنوان چرا توفیق را توقیف کردن منتشر کرده است. او همکاری با روزنامه توفیق را در سال 1323 به عنوان طنزنویس و کاریکاتوریست شروع کرد، ولی از دوره سوم انتشار آن از سال 1337 نقش تعیین کننده‌ای در حیات این نقشه داشته است. عباس توفیق دکترای جامعه شناسی از دانشگاه سوربن پاریس گرفته و پیش از آن از دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه تهران مدرک لیسانس گرفته بود. او سردبیر، رئیس هیئت تحریریه و یکی از سه صاحب و ناشر روزنامه توفیق بود. آقای عباس توفیق به برنامه به عبارت دیگری ویژه خوش آمدید. خواهش می‌کنم. اولین شماره توفیق دایی شما آقای حسین توفیق در سال 1302 منتشر کرد و این نشریه اجتماعی، فکاهی، اجتماعی، سیاسی بود، ولی خیلی زود تبدیل شد به یک نشریه صرفاً ادبی. چرا؟ به خاطر اینکه روز به روز در زمان رضا شاه سانسور شدیدتر می‌شد و موقعیت خطرناکتری بود و برای اجتناب از اون خطر مرحوم حسین توفیق از 1111 به صورت ادبی در آورد روزنامه توفیق رو و تا 1116 به صورت ادبی باقی موند. خب حالا در اون دوره طی اون سالهایی که منتشر می شد در زمان رضا شاه هیچ وقت توقیف هم شد؟ هرگز توقیف نشد، چون سانسور شدید می شد و دیگه بعد از سانسور کاری نداشتند. از بعد از شهریور 20، زمانی که به هر حال توفیق دوباره تبدیل شد به یک نشریه فکاهی سیاسی، اون موقع شما البته بعد از خلع رضا شاه بود و دوران آزادی های که از 20 شروع شد، اون موقع شما و دو برادرتون حسین و حسن در واقع شروع کردیم به عنوان نویسنده و کاریکاتوریست کار کردن با توفیق. در این دوران تمرکز توفیق روی چی بود معمولاً؟ قبلش این توضیح بدم که از 1117 به خاطر که یک روزنامه فکاهی دیگری در ایران منتشر میشد تعطیل شده بود، از مرحوم حسین توفیق خواستن که مجدداً روزنامه رو به صورت فکاهی در بیاره و استمالتی از او کردن و از اون زمان شروع شد به صورت صرفاً فکاهی و اجتماعی و غیر سیاسی. بعد در اون زمان با وجود غیر سیاسی بودن به علت سوء تفاهماتی دوبار مرحوم توفیق به زندان افتاد و بعد از آزادی از زندان درگذشت و امتیاز به اسم توفیق و امتیاز به اسم پسر دایی ما محمد علی توفیق منتقل شد. در 1120 آزادی قلم اعلام شد و در اون دوران روزنامه توفیق کاملا سیاسی شد، ولی هیئت تحریریه اونو منتشر میکردن و زیر نظر تحریریه بود بیشتر و در اون زمان بیشتر به مسائل مختلف پرداخته میشد و سیاسی، البته مقداری اجتماعی و مقدار فکاهیات درش بود. خب حالا برها به چه مسائلی میپرداختن؟ مثلا از نظر سیاسی فرض کن اون موقع حالا فضای مقدار آزاد بود و دیگه اون دیکتاتوری گذشته برطرف شده بود و یعنی بیشتر به مشکلات مثلا از نظر سیاسی به چی میپرداختن؟ و مجلس، دولت خیلی مهم بود، احزابی که شروع شده بودند و فعالیت میکردند و بعد اتفاقاتی میافتاد و عزل دولت‌ها، دولت‌هایی که موقتاً نخست وزیر می‌شدن روی کار می‌بدن و معزول می‌شدن از وسیل مجلس با رأی عدم اعتماد، این مسائل بود. حالا اون موقع زمانی بود که حزب توده در ایران، حزب توده ایران تشکیل شده بود و اون زمان هر کسی که به هر حال تو این عرصه هنر و ادبیات و به هر اهل قلم بود سرش به تنش می‌ارزید هوادار این حزب شده بود. اون موقع مرام و موضع توفیق چی بود؟
اون موقع باز همچنان یه روزنامه مستقل بود، ولی چند نفر از نویسنده‌های توفیق به حضرت دو پیوسته بودند یا طرفدار حضرت دو شده بودند. ولی سعی می‌شد که در توفیق نمود نداشته باشه و گاه البته این زرنگی رو می‌کردن و مطالبی که بیشتر چپ بود و طرفداری از گروه‌های چپ و حزب توده بود، نه مستقیماً به نام درش مطالبی رو می‌نوشتند. ولی از 1923 ما شروع کردیم، ما سه بار در شروع کردیم با تو همکاری کردن از سن خیلی جوانی و این ادامه داشت و روز به روز همکاری ما بیشتر میشد تا زمان نخست وزیر دکتر مصدق. خب حالا زمان نخست وزیر دکتر مصدق از سال برخلاف که مسئله جنبش ملی شدن نخیزی شد از سال 1328 تا سال 32 که کودتا شد، شما نویسندهای توده‌ایتون رو کنار گذاشتیم. چرا این کارو کردید؟ علت این بود که در اونجا اختلاف شدید پیدا کردیم با اونها و ما طرفدار ملیشان نفت در سراسر کشور بودیم. توده یا میخواستن نفت شمال به روسیه شوروی داده بشه و عناوین مختلف رو درست میکردن. اولش که شعار لغو امتیاز نفت جنوب میدادن که اصلا مصلحت نبود، صحیح نبود. بعد هم که گیر افتادن شعارشون بود لغو امتیاز نفت جنوب و ملی کردن آن، یعنی باز نفت فقط نفت جنوب ملی بشه به روسا نرسه. ما شدیداً مخالف بودیم. ما در سیاست خارجی مصدق ملی شدن نفت کاملا ازش حمایت میکردیم. خب حالا شما میگین که در کتاب مفصل 700 صفحه‌ایتون به نام توفیق را چرا توقیف کردن، جا به جا از استقلال توفیق و در اون سالها صحبت میکنید و مینویسید که نقل قول میکنه شما میگین که توفیق تا آخرین روز انتشارش نیست هرگز شیفته قدرت، حتی قدرت ملی و دموکراتیک نشد و فاصله خود را از قدرت، چه قدرت حاکم و چه قدرت مخالفان اون، حفظ کرد. ولی دقیقاً اینطوری نبود، چون به شدت از مصدق حمایت می‌کردین، در واقع یه طوری نزدیک بودین، فاصله نداشتیم با مصدق. اتفاقاً اینطور نبود. ما همونطور گفتم از سیاست خارجی و ملی شدن حمایت می‌کردیم، ولی بسیاری از کارهای دکتر مصدق و در سیاست داخلش انتقاد می‌کردیم و بسیاری از کاری توفیق شوخی با مصدق بود، کارهایی می‌کرد، ولی در مورد ملی شدن نفت 100% حمایت می‌کردیم. یعنی در واقع بعد از اینکه کودتا شد و بعدش می‌دونید که منزل و دفتر آقای حسین توفیق به آتش کشیده شد، یعنی در واقع حمله کردن و یعنی مدیر مسئولش در واقع اون وقت آقای محمد علی توفیق زندانی شد. آیا اگر که اینقدر نزدیک نبود مصدق، چرا باید اینها به هر حال بهشون حمله بشه و زندانی بشه؟ بیشتر از اینکه توفیق طرفدار ملی شدن نفت و سیاست خارجی مصدق بود، به خاطر انتقاداتی بود که از دخالت‌هایی که خلاف قانون اساسی شاه می‌کرد و یا یک سری نمایندگان مجلس که طرفدار سیاست انگلستان بودند و یا بعد آمریکا، به خاطر این مخالفت‌ها و به خاطر مخالفت با سرلشکر زاهدی که ما حس می‌کردیم که می‌خواد کودتا بکنه، به خاطر اینها بود که می‌دونستم ما مخالف این اشخاص هستیم. به این خاطر در روز 28 مرداد ریختند و چند بار توفیق را غارت کرد و بعد آتش زد تا منزل توفیق را این کار کردند. خب حالا توفیق دیگه طبیعتاً مثل خیلی از نشریات دیگه تعطیل شد و بعد از کودتای 28 مرداد برای یه مدتی منتشر نشد تا سال 1336 در واقع که شما اجازه انتشار توفیق رو گرفتید. چطور تونستید این اجازه رو بگیرید؟ در اون شرایط به ما اجازه انتشار توفیق ندادن. ما با زرنگی این کار رو کردیم. هر سال که بعد از 4 سال و نیم بعد از 28 مرداد من پیشنهاد داشتم که بریم و یه روزنامه به نام فکاهی در بیاریم. برادر من گفتن که فکاهی که روشش هستش. گفتم ولی اسمش هم باشه. پرسیدن چرا؟ گفتم به خاطر اینکه روزنامه توفیق رو اجازه نمیدن ما در بیاریم، ولی ما میریم امتیاز به اسم فکاهی میگیریم و در اون حساسیت نخواهند داشت و بعد میام کاری که میکنیم اینه که وقتی خواستیم منتشر بکنیم هدف خودمون رو اجرا میکنیم. و اون داستان خیلی جالبی بود و وزارت کشور اجازه میداد اگر لیسانس داشتیم ما، و بعد از اون وقت ساواک اجازه میداد و در اون زمان تیمسار تیمور بختیار رئیس ساواک بود یا رئیس فرماندار نظامی، و به اونجا که رسید اونجا هم یه مقدار
پارتی بازی شد. یعنی شادروان خواهر بزرگ من با عمه تیمور بختیار دوست بود و از اون پرسید میتونه سفارش بکنی به ایشون که امتیاز به برادر من بدن روزنامه فوکایی. گفته بود که با تیمور غلط میکنه، حرف من رو گوش نکنه. و بعدم به تیمور بختیار گفته بود. تیمور بختیار تازه ما رو زیر سوال کشته بود که اینجا اسمش که روزنامه توفیق نیستش. گفتیم خیر. گفت که محمد علی توفیق اونجا سمتی نداره که. گفتیم خیر، چون برخلاف دایی ما که شاعر و نویسنده بود و خیلی از طنزنویسا شاگرد اون بودن و بعد خیلی شهرت به هم زدن، پسر دایی ما محمد علی توفیق اهل شعر و نویسندگی و غیره نبود و دیگه هم لازم نبود با ما همکاری داشته باشه. بعد پرسید اسمش چه؟ گفتیم اسمش فوکایه. تیمور بختیار عیناً رو همین سوال کرد که این که روششه. گفتیم که مال ما هم اسمشه هم روششه. و بعد با این وضعیت خیالش راحت شد و ما امتیاز توفیق صادر شد. ولی وقتی ما در آوردیم آگهی کردیم روزنامه فوکایه برادران توفیق منتشر شد و کار انجام توفیق گنجان و غیر از اونم میدیدن که کاریکاتوریست و شاعر و نویسندش همون برادران توفیق هستن به اضافه چند نفر دیگه از شاعران و نویسندگان توفیق. و استقبال آنچنانی از نخستین شماره توفیق شد که حد نداشت. خب حالا اون موقع البته توفیق همینجور که شما خودتون میگین فکاهی بود و بیشتر به مسائل سیاسی اینجور چیزا نمیپرداخت برای مدتی، ولی شما میگید که ولی به مرور این کارو کردید. یعنی شما، من یک نقل قول باز میکنم از کتاب چرا توفیق رو توقیف کردند، ده شما که شما میگین اما توفیق پس از 2 سال تلاش با حوصله و پشتکار، با ممارست خستگی ناپذیر، با بهره‌برداری هوشمندانه درست و به موقع از شرایط و اوضاع و احوال و تحولات داخلی و بین‌المللی، با خطر کردن و تحمل سانسورها و توقیف‌ها، به تدریج و قدم به قدم حق شوخی و انتقاد طنزآمیز را به دست آورد و به گردن دولت گذاشت. و حد انتقاد طنزآمیز سیاسی که صفر و حتی زیر صفر بود به صورت اعجاب‌انگیزی بالا برد. دقیقاً چطور تونستید این کارو بکنید؟ ما وقتی منتشر شدیم همونطور که قول داده بودیم و مجبور بودیم، روزنامه بود صرفاً فوکایی و روی جلد و مردم یادشون رفته بکنن از اول راجب نخست وزیرها ما میکشیدیم. اصلاً اینطور نبود. ما به اجبار روی جلد توفیق کاریکاتور بود، با راجب شیخ فروش بود، راجب قصاب و بقال بود. ولی شانس که آوردیم و مترصد بودیم، یک سوژه دستمون افتاد، شهرداری روی کار منده بود بعد از مدتی به اسم مهام، که این ذوق به خرج میداد و توی میدونها هر کدوم یه فواره میذاشت. ما اولین شوخی رو با یه مقام نیمه دولتی که شهردار باشه شروع کردیم و یه کاریکاتور کشته بودیم، یه گهواره بچه است، بچه نشون داده نمیشد ولی فواره زده بود آب بالا، زیرش نوشته بودیم که این بچه در آینده شهردار میشه. و بعد از این به تدریج و جلو تونستیم بریم و شانسی آوردیم که در آمریکا کندی رئیس جمهور شد و در ایران هم اعلام کردن که 2 حزبی خواهد شد مملکت و 2 حزب درست کردن، ملیون و مردم. و در اون موقع انتخابات هم راه انداختند و اجازه دادن که این 2 حزب با هم دیگه مبارزه انتخاباتی بکنند. و ما شروع کردیم به انتقاد کردن و در زمان انتخابات همیشه در ایران یه مقدار آزادی بیشتر میشه و به جای رسید که یک شماره در توفیق با منتشر کردیم که خیلی صدا کرد. این توضیح اینجا بدم براتون. در اون زمان عبدالرحمن فرابرزی سردبیر کیهان بود و مخالف بود و انتقاد میکرد و او صبر که ببینه من تا کجا میرم جلو و اون در انتقاد بعدیش خود چربتر میکرد. من صبر که ببینم فرامرزی تا کجا انتقاد کرده و بعد من یه مقدار تندترش میکردم. رسید به جایی که من نوشتم که تو سرمقاله توفیق که مردم میگن کاکا جون، کاکا توفیق سمبل توفیق شده بود، کاکا جون همه راجب انتخابات اظهار نظر کردن ولی تو نکردی، تو پیردر مطبوعاتی، تو آخه یه چیزی بگو. و نوشتم که والا کاکا توفیق چی بگه، ما هیچ کاریم کاری نیستیم ولی مملکت الحمدلله دموکراسی شده، 2 حزبی شده مثل آمریکا و ما باید ببینیم احزابمون چی میگه، بزرگترامون چی میگن. تا اونجا که من بی اطلاع خوندم و شنیدم
بودم در هر جا که از طرف حزب میلیون به جای ملیون انتخاب شده، به نظر حزب کژدم که به جای مردم میگفته ما، به نظر حزب کژدم انتخاباتش قلابی و باطله. اون هر جا که از طرف حزب کژدم انتخاب شده نماینده، به نظر ملیون انتخاباتش قلابی و باطله. ما هم که بی‌طرفیم نظر هر دوشون رو قبول داریم، تمام انتخابات قلابی، تمامش باطله. بعد این سر صدا کرد و انتخابات به هر حال باطل شد چون خیلی گندش بالا آمده بود. هفته بعد حتی فرابرجی هم قبول کرد حرف شاهی که شاه گفته بود، چون قانونی برای ابطال انتخابات نداریم، وکلا قلابی خودشون استعفا بدن و قبول کردن که قلابی هم خودشون استعفا بدن. ولی من هفته بعد بالای صفحه اول توفیق نوشتم قانون برای لغو انتخابات. یه قانونی بود در قدیم، در اشتباه نکنم هوت 1993 تصویب شده بود که انتخابات که بر اساس رشا و ارتشا باشه باطله و کسانی که مسئولان انتخابات مجازات میشن و از مقامات دولتی عزل میشن. این که چاپ شد با باز گرفتاری پیدا کردیم که رو حرف اعلیحضرت حرف زدید. گفتیم والا ما که امکان شرفیابی نداریم، چون اعلیحضرت نوشتار نداریم، ما برای اینکه به عرضشون برسونیم این مسئله نوشتیم. و جالب بود که فرامرزی که خودش هم مخالف بود و خودش هم وکیل دادگستری بود، اون هم تایید کرد که قانون وجود نداره، در حالی که وجود داشت. بسیار خوب. خب حالا در اون زمان، البته خب زمانی بود که نخست وزیر در حال یک سال بیشتر دوام نمی آورد، در حالت بجز حسین علا که دو سال نخست وزیر بود و منوچهر اقبال که سه سال و بقیه نخست وزیرات به یک سال بعدشون نمی کشید و عوض می شدن. وقتی شما میگین که بهره برداری از شرایط داخلی، در واقع بهره برداری از این بی ثباتی در حال دولت و سیاست بود در اون مقطع که شما صحبتتون میکنید که برداری کردیم و توفیق رو سیاسی کردیم؟ خیلی چیزا بود، از جمله اینها بود. از در زمینه شرایط داخلی چی منظورتون چیه؟ از شرایط خارجی منظورتون چیه؟ شما میگین شرایط خارجی همین که البته عرض بکنم، همون مسئله کندی در آمریکا به روی عنوان بسیار خوب توضیح دادین سر این مسئله. خب منظورتون در ایران یه مقدار رعایت می‌کردن که مخالفت زیادی نشه با آزادی مطبوعات، ولی خیلی کنترل و سانسور خیلی شدید بود. آره. خب حالا همونطور که گفتم اون موقع هی نخست وزیر پشت‌سر هم عوض می‌شدن تا رسید نخست وزیری به حسن علی منصور، و در دوره آقای منصور بود که یه مقدار گرفتاری پیدا کردید با ایشون. بذارید اول راجع به نخست وزیری علم بگم خدمتتون. ما چند تا کاریکاتور راجبش کشیدیم و ایشون دستور داد اصلا توفیق حق نداره کاریکاتور من دیگه بکشه، و خیلی دیکتاتوری، و شریف امامی هم قبل از اون دستور داده بود که ما نتونستیم حتی یک کاریکاتور ازش بکشیم و یه دونه هم کشته بودیم سانسور شد، سیاه شد. بعد علم رو که این کاری کرده بود، ما بعد از اون تو توفیق علم و کتل کشیدیم، هیچ چیزیش هم فقط نوشتیم علم کتل. اومدن سانسورچی ها که نه نود بشیم، گفتیم نفهمیدیم ما راجب علم نخست وزیر که نمیتونه بشه، برای علم کتر نمیشه کشید، بعد چه روزنامه‌نگاریه؟ و اینها مجاب میشدن، جوابی نداشتن ما بدن. و بعد اینو خدمتتون بگم که دنبال این رسید به جایی که ما یه کاریکاتور کشیدیم، ایام محرم و عزاداری بود، ملت سینه زنی میکردن، کاکا توفیق نوحه میخوند و دو تا علم کتل هم بود، نوشته بود علم کتل. بعد راجع به وعده هایی که علم داده بود که به زودی نون ارزو میشه، به زودی کار فراهم میشه، به زودی مجلس باز میشه، که مجلس مدت ها تعطیل بود، اون کاریکاتور معروف رو کشتیم که گفتی کنان ارزان شود، کونان ارزانت، امت به قربانت، الی آخر. که این انقدر اون شماره توفیق فروش رفت که ما توفیق رو تعطیل کردیم، هی تایید چاپ میکردیم، بعد تا چاپ سومش هم نوشتیم، ولی به خاطر حسادت بعضیا تحریک نشه یه بقیش هم ننوشتیم ما. خب حالا هم این قسمت رو به فراموش کردم. بعد از این کاریکاتور علم دید، هم چوب خورد هم پیاز، یعنی هم ما گفتیم که سانسور وجود داره، همین که مطلقمون رو گفتیم، آمد گفتش که به توفیق بگی که میتونه بکشه ولی یواش بکشه. و بعد یه حرفی که ما شروع کردیم بهش بند کردن، و رسول پرویزی معاونش در اومد به ما گفتش که شما آقا رو، یعنی علم رو رایزی کردید. پرسیدیم رایزی یعنی چی؟ گفت در جنوب ایران اسب جوونی که میخوان رکاب نمیده، میخوان سوارش بشن، انقدر میدوننشون میزننشون که بالاخره اجازه سوارش بشن. شما آقا رو رایزی کردین، الان سوارش شدین. خب حالا مشکلتون با حسن علی منصور چی بود؟ حسن علی منصور روی کار اومد، او خیلی خشن بود و شوخی اصلا سرش نمیشد، و
ما گرفتار شدید شده بودیم و دو تا کاریکاتور ما ازش چاپ کردیم که خیلی صدا کرد. یکیش بود که حسن علی منصور رو کشته بودیم، دستورات میداد آشپز تو آشپزخونهش کاکا توفیق نشونده که یه بالا ترم ریخته که اون نارو خورد بکنه. کاکا توفیق اخ کرده بود و میگفتش که ما برای کسی تره خورد نمیکنیم. و این یکی بود. یکی دیگه کاریکاتور کشتیم که داره منصور نشسته رو صندلیش و کاکا توفیق مثلا شربت فروش آره شربت تو سطل نمیشته حرف حق، بعد داده منصور یه لیوانه شد داره میخوره میگه اوه چه تلخه. کاکا توفیق میگفت تازه من شیرنش هم کردم. بعد دنبال اینها یه موقعی در حال که خیلی سانسور شدید بود، من هنوز کاری نکرده بودیم، مثلا توفیق بانچر نشد شماره بعدی، یه دستور آمد که توفیق توقیفه. از هر کی پرسیدیم تو وزارت اطلاعات آخه برای چی، گفتن ما هم نمیدونیم، آقای نخست وزیر گفتن. بعد متوجه شدیم که بله قضیه اینه که به علت کسر بودجه و میخوان یه مقدار اسلحه بخرن، اینها تصمیم گرفتن که نفت و بنزین رو گرون بکنن و همه روزنامه‌ها رو بهشون حساب پول دادم که بنویسین اصلا گرانی جهاد ملی برای پیش رفته. و در مورد توفیق منصور گفته بود که هر جوری سانسور اینو بکنی اینا بدجنسن و یه جوری کرب خودشون رو میرزن، لذا باید توقیف بشه تا صداها بخوابه. و اون موقع انجمن مطبوعاتی وجود داشت و احترام کم و بیش داشت مطبوعات، نخست وزیرها گاهی سر میزدن. بعد از یک دو هفته منصور دو انجمن مطبوعات آمده بود، مدیر روزنامه دیگه دلشون باقر ما سوخته بود، به منصور گفته بودن که شما که توفیق میدونید هیچ پولی از جایی نمیگیره، فقط تک فروشه، کاری هم که نکرده، الان یک دو هفته هست که توقیفش کردید، اجازه بدید یه در بیاد. منصور گفته بود که چقدر ضرر کرد مگه ما بدیم. اون موقع برادر من شادروان حسین توفیق تو جلسه بود و گفته بود آقای منصور هم که میدونید ما از جای پول نمیگیریم. خیلی محکم گفته خب باید توقیف باشید تا سر صدا بخوابه. ولی بلافاصله مردم که همیشه این کارو میکردن، خوش‌ذوقای طرفدار توفیق سوژه در آوردن علیه منصور و شایع شد که یک کار به علت یک کاریکاتوری که توفیق کشته بود که ما هرگز نکشته بودیم توفیق توقیف شده. و اون گفتیم به ما گفتن تو هم چیز گفتیم هم چیز، و بعد گفتیم که چی بوده، من کشیدید که عبدالناصر دنبک میزنه و حسن منصور لخت میرخصه و ناصر میگه من ناصرم تو منصور، من فاعلم تو مفعول، ساخته بودم مفصل. گفتیم ما هم چیزی تو توفیقی فقط نمی نویسیم. گفتن نه شما جوابی که دادیم به سانسوریا این بوده که ناصر اسم فاعله و منصور اسم مفعوله، مقصود این بوده. و تکذیب کردیم که ما هم چیکاری نکردیم. ولی این شایعه انقدر قوی شد، دیدیم که وزیر اطلاعات تلفن میزنه توفیق جون وقتی روزنامه توقیف میشه دنبال کار نیستی، حالا خودش توقیف کرده بود. بعد من دنبال کار دادم با آقای نخست صحبت کردم، موافقشون جلب کردم شما از هفته دیگه میتونید در بیاد. ما فهمیدیم کجاشون میسوزه و شروع کردن به ناز کردن که ما دیگه اصلا خسته شدیم، دولت ناراضی، مجلس ناراضی و هر هفته توقیف و سانسور، اینها ما دیگه نمیخوام در بیاریم، هر چی اصرار گفتیم در نمیاریم. این خیلی اتفاق جالبی در تاریخ روزنامه‌نگاری ایران. بعد دنبالش دیدیم که هر دفعه اسفروش آقای حسنی منصور رو مقپس تلفن میزنه مهربون که آقای تو میخواستم دعوت کنم یه چایی با هم دیگه بخوریم. رفتیم بعد شروع کرد که آره خب الحمدلله دیگه سرسدا خوابیده میتونین در بیارین، در حالی که نخوابیده بود. بعد با میدونستم چه کار داره میکنه و چرا این حرف رو میزنه. بعد دنبالش که این حرف رو زد گفته که خیلی آقای منصور خیلی منصور خیلی ممنون، ما اصلا منصرف شدیم از توفیق، با ول کردیم، اصلا خسته شدیم، ضرر دادیم و بیچارگی و گرفتاری این حرفا. باز اصرار کرد، باز گفتیم نه دیگه ولش کن فراموش کن. باز اصرار کرد، ما اصلا گفتیم آقای منصور ما نمیخوام، شما چرا اصرار میکنید؟ منصور برخلاف هویت آدم ساده ای بود، گفتش که آخه موقعی شما در میاید به ما هم فحش سیاسی میدید، در موقعی در نمی مردم هم فحش ناموسی میدن. ما فهمیدیم که بالاخره دوباره شروع کردید. بله و گفتیم ما به یه شرط حاضریم در بیایم که زیاد سانسور نکنیم، اگه با سانسور زیاد که ما در نمیاد. و منصور قبول کرد و ما در آوردیم و شما در آوردیم روی جلدش کاکا توفیق میگه آی زرشک توقیف توفیق منصور. و این تا یه نقطه عطفی بود در تاریخ روزنامه‌نگاری توفیق و میتونم بگم حتی در تاریخ مطبوعات ایران و حتی جهان، که میدونید در دولت‌های ضد آزادی توقیف بزرگترین حربه‌ای که دارن، قدرتی دارن. درست. و این از دست دولت در من افتاد، دست ما.
و خیلی دقیقا. خیلی موقعیت استثنایی بود. علت اینکه بعدها هم دوان هویدا هم ما رو توقیف نمی کردن یا خیلی کم ما رو اذیت می کردن به همین دلیل ترسن که ما خودمون رو توقیف بکنیم. یعنی در واقع مردم پشتیبانی گرفته بودن و کاریکاتورهای شفاهی منتشر کردن در واقع. بسیار خوب، ما وقتمون اینجا تموم شد در بخش اول و در بخش دوم صحبت می کنیم راجع به بیشتر اینکه چرا توقیف شد و توفیق در دوران زمامداری آقای هویدا چرا انقدر محبوب شد. پس برای قسمت اول خیلی متشکرم از شما جناب عباس توفیق. همچنین متشکرم.